بحث امروز ما راجع است به آنارشیسم و اینکه این آنارشیست ها آزادی رو چه میدانند. آنارشیسم یه طرز فکری است که مخالف است با فشار و اکراهی که از خارج به انسان وارد میشه و بر این است که باید انسان ها بر اساس توافق با هم، توافق آزاد افراد با توافق با هم یک زندگی جمعی بسازن و زندگی کنن. خب شما میگید که از این حرف بهتر چی میشه؟ چرا به اینا میگوین آنارشیست و تو ذهنیت عامه هم آنارشیست یعنی هرجمش طرف؟ خب این مقدارش به لحاظ این است که مخالفان این طرز فکر کوشیدن برای اینکه جامعه حفیظ که جامعه طالب زیاد پیدا میکنه تو جامعه، اینها جامعه به طرف اینا نروند تا بخواهیم درباره اینها دروغ ساختن از هر طرف و پخش کردن. مثلا دو تا سردسته داره این آنارشیسم، یکی باکونینه یکی هم پرودون. باکونین رو همون کسیست که کتاب نوشت و پیشبینی کرد، گفت این مارکسیسم هر جا پیاده بشود استبداد فراگیر درست میکنه، پدرجت به طبقه کارگر رو در میاره. در روسیه شد و راست در آمد حرفش. مارکس برای اینکه او رو خراب کنه گفت به این بگید که تو چیز کنه که این عامل بیگانه است. مال پرودون هم از قول او یک دونه به اصطلاح یک دیالکتیکی ساخت و رد کرد که بعد یک کسی کتاب نوشت در راجعه پرودون، گفت که اصلا ذره از این حرفایی که مارکس به پرودون نسبت داده و رد کرده مال پرودون نیست. در حال از اواخر قرن 19 این فکر هم به صورت یک جنبش در آمد و در نیمه اول قرن 20 میلادی هم خود طرز فکر یک شکل مشخصی پیدا کرد، هم جنبش هایی که به نام این آنارشیسم انجام میگه. فکر از کجا پیدا شد؟ از اینجا پیدا شد که انقلاب فرانسه دولت رو بناش برد بر روی برادری، برابری و آزادی. فرض این شد که دولت باید که بر این قیام کننده این ستا مثلا اصل باشد. اما در خود جامعه نابرابری ها سر جاش مون، اربابا ارباب موندن و مثلا رعیت و کارگر هم رعیت و کارگر موندن و فقیر فقیر موند و دارا دارا. پس گفتن اون دولتی که در نظریه در نظر باید برادری و برابری و آزادی باشه در واقع چیز دیگه است. این شد که آنارشیست ها آمدن گفتن آج ما این آزادی که سیاسی رو باید جاشو بدیم به آزادی واقعی و الا به حرف خود رو خوش کردن است، واقعیت نداریم. آزادی واقعی کی پیدا می شود؟ وقتی که اصلا دولت نباشه. این جهت بهشون میگن آنارشیست که گفتن دولت نباشه. اما از جهت فلسفی آنارشیسم به اصطلاح دنباله تفکر هگلیست. در چه وجهش؟ در وجه توحیدگرایی است. اینها اون به اصطلاح تز و آنتیتز هگل رو که در یک خود است و از خود بیگانه می شود دوباره خود می شود رو گرفتن و گفتن به این که اون دوباره خود می شودش اون دومشو می چینیم، قیچی می کنیم، نگه می داریم اون چی که هست توحید یگانه اصلی و هر گونه سندیت گرایی نه در درون توحیدا، در درون وحدت، در بیرون وحدت اینا مخالف شد. حالا کمی دورتر میگیم که چگونه دیالکتیکشون برای شما توضیح میده. پس گفتن که با دولت از خود بیگانگی سیاسی است مخالفی، مذهب کلیسا از خود بیگانگی دینی است مخالفیم، انسانگرایی یه تصور ذهنی از انسان و جامعه میسازه از خود بیگانگی است مخالفی. پس در واقع با چی موافقی؟
با اینکه فرد رو به اصطلاح با ولایت مطلقه فرد موافقیم، فرد رو مثلا یک کلیت بشه میشناسیم، یک وحدت میشناسیم و میگوییم که این همه آزادی ها و اختیارات رو باید داشته باشند. خب اینها دو خط پیدا کردن، یک خطش همون مثلا دنبال کار مارکس گرفتن و آمدن رسیدن به مثلا آنارشیست که بانیشون باکولین. یه خط دیگه نه، خط اشتراکی رو نرفتن، خط اصالت فرد رو رفتن، اینا بانیشون پرودون. خالو اینا که خط پرودون رفتن، گرچه به اصطلاح این ضد مذهب هم منگر خدا هم، با این حال خب زابط دیدن زابطه لازمه، زابطه عمومی میخواد، اون مشیت الهی رو برداشته برودون جاش گذاشت عدالت به عنوان مشیت عمومی. و بعد هم گفت که این تعلیمات مسیح نه دینی است نه سیاسی، بلکه اجتماعی است. به چه معنا؟ به این معنا که او نیامد که مردم رو به اصطلاح در یه دین جدیدی پیش ببره یا یک حکومتی رو بر مردم سوار کنه، آمد انسان رو، فرد رو آزاد. پس تا اینجا شما متوجه میشوید که این دو دسته که دست خط کمونیستی رفت، یعنی کمونیسم نه به معنای مارکسیسم کلمه، به معنای اشتراکی، اشتراکیه، یه دسته خط فرد رو رفت که مثلا ولایت مطلقه رو به فرد بده، از اینها در یه چیز موافق هم، اونی که مخالف آمریت هم، آمریتی طبق نظر آنارشیستی اینها یک تمایل داره به تمرکز و سلسله مراتب. پس یکی میشه بالا حکم میکنه، بقیه میشن پایین محکوم. همون که حاکم است از خود بیگانه است به عنوان قدرت، قدرت حاکم، همین که پایینه از خود بیگانه است به عنوان محکوم اون قدرت. آزادی انسان در رهایی از این آمریت هاست، حالا این آمریت دینی باشه، سیاسی باشه، اقتصادی باشه، اجتماعی باشه. پس ما میریم روی این که ببینیم شاخص های این دوتا مکتب راجع به آزادی چه میگوید. اما باکونی آزادی رو با خود مختاری و قدرت یکی میگیره، میگوید به این که آزادی مثلا خالص فرد و در معنای قدرت به این است که خب اگر شما اون رو داشته باشی دیگه بقیه نداشته باشن. در جامعه اشرافی آزادی معناش این است آقای اون خان اون بالا آزاد است، یعنی اختیار دارد، قدرت دارد، بر دیگران و دیگران هیچ قدرتی ندارد. آیا ما با این آزادی موافقیم؟ واکنش میپرسد. خودش جواب میده، میگه خیر، ما با این آزادی موافق نیستیم، ما با اون آزادی موافقیم که آزادی هر کس همراه باشه با آزادی دیگری. خب این اگر قدرته چجوری میشه که قدرت هر کس همراه بشه با قدرت دیگری؟ قدرت معناش اینه که یکی داشت دیگری نداشته باشه، اگر همه داشته باشن که دیگه قدرت نیست. ایشون میگوید که آزادی از کار اجتماعی حاصل میشه، از کار دست جمعی، و اون آزادی که به اصطلاح آزادی که از انزوای مطلق، یعنی یکی داشته باشه بقیه نداشته باشن، این حرفی بوده که حرف پوچیست که فیلسوفهای جانبدار متافیزیک ماوراءطبیعه و علمای مذهب ساختن. چون آزادی از کار اجتماعی حاصل می شود، بنابراین اون آزادی موافقه طبع این فیلسوفه که با همبستگی توأم باشه، انسان ها افراد نسبت به هم آزادانه یک روابط همبستگی داشته باشن، با همکاری و همدلی عمل بکنن. خب چجوری میشه که انسان ها همبستگی داشته باشن و با هم کار کنن؟ این است که دولت رو بگذارن کنار،
با توافق هم یک نظامی درست کنن که در اونجا مستضعفی در کار نمانه. پس عواملی که مانع چرخش عادی کار جامعه می شود اینها رو بردارن، به طور طبیعی انسان ها در اون جامعه زندگی کنن، نه کسی بر کسی حکم برانن، نه کسی محکوم و حکمی باشد، نه کسی حاکم بر دیگری باشد. میگه دو تا قانون این وجود دارد. اولی قانون همبستگی اجتماعی است، دومی قانون آزادی است. این دو تا قانون هم از هم جدایی ناپذیرند. هر کدوم شما ورداری و کم خراب میشه. اگر در جامعه همبستگی از بین برود، آزادی هم از بین برود. اگر آزادی هم از بین برود، همبستگی هم چی میشه؟ از بین برود. پس این دوتا باید لازم ملزوم باشه. بنابراین اگر ما آمریت رو ورداریم جاش بگذاریم همبستگی، نظم اجتماعی پیدا کردیم، نظام اجتماعی دارای نظم اجتماعی پیدا کردیم که با آزادی میسازیم. بنابراین جامعه لازم است اشتراکی که اینها با هم همکاری بکنن، همبستگی داشته باشن، آزاد باشن. خب حالا آزادی چیست که داشته باشن؟ قانون دوم که شما میگی، قانون دوم مثلا حالا بریم که از قانون اول جدایی ناپذیره، ولی طبق فرمایش شما بعد از همبستگی میاد. چگونه؟ اگر انسان ها آزاد نیستن، اول باید همبسته بشن، بعد این آزادی رو پیدا کنن در کار جمعی. چجوری همچه قرار مداری با هم بگذارن اگر آزاد نیستن؟ شما من نمیگی با هم آزادانه توافق کنن، بس باید آزاد باشن که آزادانه توافق کنن. اگر آزادن، پس آزادی قانون دوم نیست، قانون اولیست. از کار اجتماعی هم حاصل نمیشه، ذاتی انسان هست. چون اگر از کار حاصل بشود، این بعد از حتی قانون دوم هم نیست، میشه قانون سوم. برای که همبستگی باید بکنن، با هم کار بکنن، آزادی پیدا کنن. اونهایی که به اصطلاح خط پرودون رو رفتن متوجه، احتمالا متوجه این تناقض در این به اصطلاح اصلای اول و دوم یا قوانین اول و دوم با کنیم بودن یا شدن. پرودون با فلسفه شرق آشنایی داشت. صاحب کتاب ژاک لانگله که کتابی نوشته تحت عنوان دفانس ای اکتوالیته دو پرودون، که من در تضاد و توحید اون چرا که این راجب دیالکتیک نقل کرده از پرودون آوردم اونجا مفصلش اونجاست. او میگوید به این که پرودون چون با فلسفه شرق آشنایی داشت، پی برده بود به مفهوم توحید. این است که در انتقاد از هگل گفت به این که خب تو وقتی میگی تز آنتی تز با هم در هم گذر میکنن، با هم برخورد میکنن، هر اصطلاحی میخوای بکار ببر، اینها از هم بیرون میروند یا به اصطلاح برخورد میکنن، در سنتز تغییر میشن به سنتز. این که میگویی خب پس یه جریان زمانی میخواد دیگه، این دوتا باید برخورد بکنن، یکی از خودش بیرون بره، در تز در خودش بیرون بره و در آنتیتز دوباره این تز و اون آنتیتزی که از این بیرون رفته دوباره با هم برخورد بکنن، جمع بشن در سنتز. خب پس یک جریان زمانی رو باید طی کنن، ثانیا درون و بیرون دارن، بدون درون و درون نمیشن. حال اینکه نخه تز و آنتیتز ابدی همراه هم، هیچ اصلا به هیچ رفتن به سنتز نیست، سنتز بیرون از اونها نیست، از وجود نداره. این انتقاد به اصطلاح پرودون است از هگل. میگه یه مجموعه است، تو مجموعه هرچی میشه میشه، تعادلای ناپایداری بین عناصری که در اون مجموعه با هم در تضاد میشوند، یک تعادلهای ناپایداری ایجاد میشود، یه روز اینجوره یه روز اونجوره. حالا باید این رو به اصطلاح جوری عمل کرد که رسید به اون
تعادل مورد دلخواه شما. شما ممکنه بپرسید که خب اگر اینجور است که تو آقای پروتون میگی که در درون یک وحدتی این عناصر با هم برخورد میکنن، بی اختیار شما چیست که اینو ببری اینوری کنی یا اونوری کنی؟ جبره دیگه، دترمینیزم جبره. به شما چه مربوط که یا این رو مثلا بین آمریت و آزادی اینا رو با هم برخورد بدی یه جوری بکنی که اون آمریت متناسب بشود با گسترش آزادی، از اون کم بشه به این اضافه میشه همچه تعادل بیده. تو چه کاره این کار رو بکنی؟ اگر شما کاری هستی پس اون تز و آنتیتز بی‌معناست دیگه. تو تا جز هم دیگه شما میتونی اینجوری ترکیب کنی اونجوری ترکیب کنی. بله؟ ها. اشکال کار اینا بوده که درسته که بس میدینی که منکر سندیت شدن فهمیدن اینکه این سندیت مایه فساد است مثلا را به جمعه، اما اون رو برداشتن آوردن داخل یه وحدت، نه اینکه به کلی کنار گذاشته باشن، آوردن گفتن آیه هگل که تو گفتی تز و آنتی تز و سنتز، سنتزت مال خودت ما نفسیم، ما این توحید قبول داریم و این تز و آنتی تز هم میاریم تو. خیلی خوب، پس این از شرق به اصطلاح گرفته توحید رو، از تفکر شرقی، از تفکر غربی یونانی هم گرفته سنویت رو، سنویت آورده درون این توحید به بازی با به اصطلاح اینا رو وادار کرده با هم عمل کنن، این بر اون بر این یک به اصطلاح تعادل های درست کنن که امروز اینجوره فردا ممکنه یه جور دیگه باشه، ولی همیشه تو در چارچوب اون وحدتی که عمل میکنه. حالا همین دیالکتیک رو این آقا به اصطلاح بر نظریه آزادی رو برده توی این تطبیق داده به این دیالکتیکش به این ترتیب که میگه. این هم که این قسمتی که نقل میکنم حالا برای شما از کتاب مثلا آثار خود چیزی کتابی جمع کردن از قسمت‌های مختلف آرای پرودون تحت عنوان جوستیس الی بخته، از اون نقل میکنم برای شما. میگوید به این که هیچ انسانی به طبع موافق نیست که دیگری او رو سازمان بده، میگه تو باید اینجوری زندگی کنی مثلا در این رابطه باشی اونجور بخوری اونجور بخوری درست هر مدن، یا بگه تو مثلا اینجا باید قرار بگیری یا اونجا باید واقع بشوی، این کار رو باید بکنی یا اون کار رو بکنی، جای آدم عمل آدمی رو دیگری معین کنه، هیچ کسی خوش نمیاد، اونم قبول کرد. پس تمایل انسان به چیز؟ تمایل انسان به این است که از سازمان رها بشه. هر جا که میبینه که فشار قضا و قدر هست و انسان مثل ماشین دارن به کارش میبرن، میخواد اسیان کنه، خب رازو بیاره بیاره. در جیده آزادی هم همینه، آزادی تلاشیست که انسان میکنه برای رهایی از سازمان، کوششیش که میکنه برای اینکه رها بشه از این که او رو به عنوان ماشین و ابزار به کار ببره. میگوید که این مسئولیت و مأموریت عالی آزادی است که بشریت رو به دو عصیان عمومی بزرگ در تاریخ زندگیش واداشته، یکی عصیان مسیحیت بر ضد قضا و قدر و دیگری انقلاب فرانسه که عصیان است بر ضد مشیت. خیلی خوب، بنابراین از اینجا معلوم شد به این که ایشون مثلا آنارشیست است، یعنی مخالف است به این که انسان در سازمان قرار بگیره، سازمان بر انسان حاکم باشه و اینکه آزادی رو عبارت میداند از کوششی که انسان میکنه برای رهایی از آمریت. حالا آمریت رو چه میدونست؟ میگوید که هر سازمانی با آمریت هم دار. چرا؟ به دلیلی که سازمان چیه؟ سازمان روابطی است که شما در اون روابط یه دیل تو مثلا میشون رهبر، رئیس، قائد، هرچی میخواد اسمشو بگذار، قوا جمع میشه دست اونا، بقیه هم میشن مأمور اجرا، اون باید بگی اینا باید بکنن، چون چنین است پس
آمریت از سازمان میاد، بدون آمریت سازمان معنا ندارد. شما از یه سازمان آمریت از یه سازمان بردار که چی براش نمیدونی، اما سازمان هم هست تو طبیعته، هر پدیده شما بگیری یه سازمان داره. پس آمریت از طبیعت میاد، آزادی از معنویت میاد، او از مادیات میاد از معنویت، آمریت از معنویت روح وجود نمیاد. خب حواستون جمع باشم، اگر اراده آزاد و اختیار نبود آمریتی هم نبود در جامعه. پس آمریت در واقع فرزند مشروع آزادی است. اما کدام آزادی؟ آزادی شاه، آزادی بزرگها، آزادی گروه ها که با هم جمع میشن میزنن تو سر بقیه مردم، اینها هستن که مثلا خود رو مختار کردن، بقیه رو از هر اختیاری محروم کردن. پس آزادی، آمریت در واقع این آزادی است که عده‌ای دادن به خودشون، بقیه رو از او محروم کردن. پس به اینجا به این ترتیب میبینیم که در دید آقای فرودو آزادی مساوی با قدرت. حالا ببینیم که پس ما بیان به دید آقای فرودو ببینیم که رابطه این آمریت که در جامعه های بشری چون سازمان دارن هست و از طبیعت میاد، و آزادی که از معنویت میاد، از روح به صلاح اسپری میاد، از روح خردمند میاد، چه روابطی هست؟ اصلا میشه از یکیش خلاص شد؟ اونهایی که طرفدار آمریتن میتونن از آزادی خلاص بشون، یا اونهایی که طرفدار آزادی هستن میتونن به کلی از آمریت خود رو خلاص کنن یا نه؟ طبق اون دیالکتیکی که شما دیدید، این دوتا در یک مجموعه به اصطلاح لازم و مجزوم یک دیگر میشون در دید پروتونی. نه بدون آمریت آزادی هست، نه بدون آزادی آمریت. همین هم میگه، میگوید هر نظم سیاسی رو شما نگاه بکنی در بنیاد خودش، در اساس خودش بر دو اصل متناقض بنا شده، یکی آمریته، یکی هم آزادی. این دوتا یه زوج تشکیل میدهن، یه وحدت تشکیل میدهن و به هم بستن. نه انحلال پذیرن، نه شما میتونی این زوج رو منحل کنی، نه میتونی یکی رو حذف کنی دیگری رو بگذاری. این دوتا کار نمیتوانی بکنی. و چی میتوانی بکنی؟ نمیتوانی یکی رو ببری در دیگری تحویل بکنی به دیگری، مثلا آزادی رو بکنی آمریت، یا آمریت رو بکنی آزادی. قابل به اصطلاح تحویل به هم نیستن. نشد. اما اینا رو با هم آشتی هم نمیتونی بدی. دائم اینا در دوام بین آزادی و آمریت هست، مثل یک زن و شوهری میمونن که نمیشه به قاعده مسیحی ازدواج کردن، طلاقشون نیست، نمیشه طلاق بدی از هم جدا بشه، نمیتونی این دوتا رو یکی کنی، از یه جنس کنی، نمیتونی هم با هم آشتی بدی، محکوم هم با هم زندگی کنن، با هم دعوا کنن. دیالکتیکیشون اینه. خب مرد حسابی، این چه چیزی تو درست کردی؟ دائم این دوتا با هم دعوا کنن، این چه زندگیست انسان بکنن؟ عجب جبریه تو درست کردی. خب اگر قرار است که بدون آمریت بدون آزادی معناش از دست بده، آزادی بدون آمریت معناش از دست بدهد، خب این بشر که تو میخواد محبوس کنی به این دوتا، این رای فرار نداره. خب یه جبر فرسایشی شگرفیست. میگوید به این که نه، حالا میگم که چی جوری بود. باید اون آمریت رو به شکل محتوایی در بیاریم که متناسب بشود با گسترش آزادی. چه جو؟ میگه آمریت در واقع چیه؟ در خانواده مثلا پدر آمریت داره، رئیس خانواده، در کشور شاه حکومت میکنه، در مذهب کلیسا، بله؟ اینا هم همه سلسله مراتب و تمرکز، اینا هم همش حساباش روشن است.
خب اینا طبیعت میاد. بنابراین در اساس بنیادن قضا و قدری و مثل خدا خواسته است. اینجوری میگم هر یک طرفدار دین باشی میگه خدا خواسته است، نباشی میگه جبر طبیعت. اگر این نباشه اون آزادی میتونه تا بی‌نهایت گسترش پیدا کنه. اما یه آزادی قدرتی که تا بی‌نهایت گسترش پیدا کنه خدا عامل فساد میشه. معنای قدرت باشه دیگه، هر انسانی بی‌نهایت قدرت داشته باشه خب چه بکنیم؟ خب این فلک هم دیگه حریف نیست. اون شیطان روز اول گفت به آدم که این میوه رو بخوری میشه قدرت من. هم دیگه رو چه میکنن اینا بشه رو چجوری با هم میتوانن همکاری کنن؟ وقتی زنا آزادی در معنای قدرت نمیکنه بی‌نهایت، میگه بعضی این شدنی نیست. از این برم بیاری به صفر برسانی اینم شدنی نیست، برای که دیگه از موجود زنده نمیمونه که تا سلسله سازمان درست کنی و اونا سلسله مراتب بدی و کجا قرار بگیره. از صفر بکنی و همون شاه هم اونجا آزادیش میشه صفر دیگه، اونم وجود نداره دیگه، سازمان نمیشه. پس نمیشه نه بی‌نهایت کرد نمیشه صفر. او یکی هم همینجوره. شما در آمرانه ترین جامعه ها، استبدادی ترین جامعه ها به کلی نمیشه باید آزادی ها رو از بین برد. یه آزادی هایی هست، هر کسی جامعه، هر فردی، هر گروه یه آزادی ها اختیاراتی داره. حالا اون آزادی که مال مثلا معنویت روح هست و این یکی که مال طبیعت و ماده است، اینها رو چه کنیم که با هم یک مجموعه در یه وحدتی قرارشون بدیم که آزادی ها گسترش پیدا کنن. حالا ایشون پس میاد روی این که وحدت و آزادی چجور رابطه شون با هم چی میشه باشه. میگوید معنویت انسان، بعد معنوی انسان همیشه تمایل داره به یگانه. به تب چرا؟ به دلیلی که توحید قانون زندگی است. اگر توحید نباشه عناصری با هم جمع نشون، با هم کار نکنن زندگی نیست. همونطور که تضاد یعنی فقدان یگانگی، فقدان توحید، مرگ هرجمه است، انحلال است و مرگ. از این باب است که خلاف توحید رو شیطانی میگویند و توحید وحدت و یگانگی رو رحمانی میخوانند. میگوید که شما دقت کنید در روحیه ملت ها، میبینید که ملت ها برای خاطر همین وحدت که میدونن از یگانگی زندگی حاصل میشود، برای حفظ این یگانگی و وحدت به نانجیب ترین، رز ترین، پس ترین استبداد ها گاه تم میدهند که اون رو حفظ کنند. و البته در کشور خود ما میتوانیم شاهد زیاد برای آقای پرودون پیدا کنیم که برای حفظ وحدت ملی ملت ما غالباً از آزادی مثلا عدول کرده و تن داده به استفاده. میگوید داری خواه این مال گذشته است، تاریخ تحول کرده، ما رسیدیم امروز به جایی که میتونیم یک یگانگی تصور بکنیم که در اونجا لازم نباشه برای حفظش پناه ببریم به استبداد، به خودکامگی افراطی. نسل‌های جدید میگوید که باید در پی یگانگی باشند که اون یگانگی بیانگر روح ملت باشد، یگانگی معنوی و نظمی که وجدانی انسانه، هر انسانی به شعور و آگاهی داره و عین عدالت است. عدالت چیست؟ میگوید عدالت نبود زور است. شما تعجب میکنید که این عجب، شما اگه میگفتی آزادی نبود زور است و برای تو بهتر بود، برای گیر اون تناقضات هم نمیفتدی، جای چیز رو بد جای گذاشتی، گرفتی از شرق، شرق هم غیر از اسلام نبود، از اسلام گرفتی اما در غیر جای خودش گذاشتی. به هر حال اون ضابطه عمومی که اول نگفتیم این مشیت رو برداشت جاش عدالت گذاشت، عدالت رو هم تعریف میکنند به نبوده زور. حالا خب میشه دیگه
از یک توحید یک یگانگی شما تصور بکنید که بر اصل عدم زور آمدیت حدید میاد که این آمدیت متناسب میشود با گسترش آزادی ها. میگوید که یک نظم وجدانی وجود بیاد، یک یگانگی معنوی وجود بیاد که ما را با تمامی به تمامی توانایی های شعور و خردمون متصل کنه، یعنی اونا رو بارور کنه، در همون ها آزادی اندیشه ما رو نه تنها نگیره افزایش بده، اراده آزاد ما رو کم نکنه بیشتر بکنه، دل ما رو آزادتر بکنه. این اون چیزیست که ما میخواییم. آقای یعنی آقای پرودون بیشتر جوری باشه که این یگانگی در این حالی که بر آزادی های ما میافزاید، خود نیز از زیاد شدن آزادی ها قوت بگیره. خب حالا آقای پرودون میخواییم که این خوب بشه حرفیه، اما این چجوری اجرا کنیم؟ اگر اون ترتیبی که جبران آمریت و آزادی با هم به فکر فرمایش شما همراهن قابل تلخیص در یک دیگر هم نیستند و آشتی هم با هم نمی کنند و هم دونم یکی را هم نمیشه ایش خودم هم نمیشه از بین برد، این و این چیز ریگانگی رو شما با چه وسیله می سازید؟ حالا بیایم ببینیم که ایشون جواب شما چه میده به این سوالی که ما کردیم. میگوید که پس ببینیم بین خرد و عقل انسانی و آزادی هم یه رابطه برقرار میکنه که با او بتوانه این بنبسته رو که خود ایجاد کرده باز کنه یا نه. میگوید در زبان حقوق عمومی آزادی یعنی تضمین، مثل تضمین مسئولیت فرد از تعرض، خانه از تعرض، آزادی های انسان در امور شهری، شهروندان در امور صنفی، صنعتی، دفاع از انسان مثلا اصل براعت، دفاع از انسانی که در برابر زور قرار میگیره. اما اگه شما یه وحشی رو در نظر بیارید، آزادی او در چیه؟ آزادی این است که غیر از خود او در کل روی زمین دیگری نباشد. انزوای کامله، چون اینجا شد دوباره آزادی معنای قدرت دیگه، هیچ مزاحمی در برابرش نباشه، هر کار خواست تو این دنیا بکنه. این میگوید آزادی وحشی به اصطلاح تعبیر او آزادی ساده. میگه اما از نظر اجتماعی همچه آزادی شدنی نیست، قبلا هم دیدیم که نمیشود این کاری کرد چون همه به همه نمیتوان همچه آزادی بدن. پس آزادی و همبستگی اگر ما در جامعه هست رو بگذاریم بر آزادی و همبستگی، اینها می توانیم برسیم به اون یگانگی که ما وصفش رو کردیم. می گوید در اعلامیه حقوق بشر سال 1793 که مقرر می کند آزادی هر کس تا حدی که از آن حد آزادی دیگری شروع می شود حرف نابجایی است. آزادی هر کس عامل بست آزادی دیگری می شود و آزادترین انسان ها کسی است که بیشترین رابطه ها را دارد، نه کسی که کمترین را دارد. به لحاظی که شما میگی آزادی شما اینجا تمام میشه که مال دیگری شروع میشه، نه، چون آزادی هر کسی بس پیدا میکنه با آزادی دیگری، پس اون کسی که بیشتر مبادله داره با دیگران آزادتر است. بنابراین که در اصل همبستگی و آزادی انجام میگیره این مبادلات، نه بر اصل زور، اون همون عدالت رعایت بشه، اون ضابطه عمومی اصل عدم زور باشه، نه اینکه داد و صددی باشه که من یکی از من شما 5 تا بگیری به جاش به من یکی بدی. این بهش میگن، نمیگن آزادی ما گسترش پیدا کنه، چون همبستگی توش نیست، سلطن هست. هر اصل اون ضابطه عدالت اگر همبستگی اساس قرار بگیرد، هر مبادله ای مساویست با یک آزادی بیشتر. پس بین دو ملت هم همینه، دو ملتی که با هم بیشتر مبادله میکنن بیشتر آزاد میشن.
این رو میگوید، من میگویم آزادی مرکب، برای اینکه ترکیب میشه آزادی ها، این به او اضافه میشه، او به او اضافه میشه، آزادی هر انسانی بزرگتر میشه. پس انسانی که کار میکنه، یعنی خود رو در رابطه با طبیعت قرار میدهد، میسازد، این انسان آزادتر میشود. اون انسانی که خراب میکنه، آزادیش کمتر میشود. جامعه ای که میسازه و مبادله میکنه آزادتر میشود، جامعه ای که نمیسازه و مبادله نمیکنه اسیرتر میشود. خب حالا پس مشکل هر چود مشکل اگر فرض کنیم به اینکه آمریت رو ما بیاریم بگیم همون تعبیر قرآنی که ولی افراد ولی یک دیگر می شوند، در این همون ولایت بر اصل دوستی و به تعبیر اینشون همون همبستگی، ولی خب یه راه حلی داری که اون تیپ آمریت، اون نوع آمریت که از آن همه باشه، نسبت به هم داشته باشند، که بنیادش نه بر این زور باشه و یکی بر دیگری مسلط باشه، بر اساس دوستی، همون ولایتی که پدر به فرزند دارد، دوستانه زوری که نیست، اونجوری باشه، از اون نوع، یعنی ولایت بر اصل دوستی، ولی هم خودش معنای اصلیش همون دوستیست دیگه. اگر بر این فرض کنیم، این بله با آزادی سازگار است، اون وقت حقیشون درست داری جو، الا اینکه این دیگه جبری نیست آقا، این ده اختیار انسانی است که میتونه اون رو این بکنه. اگر این رو نداشته باشه، اصل بر این باشد که دیالکتیکی باشد و در درون پدیده هر دو هم واجب حضور باشن، بله این هرگز شدنی نیست. به دست آدمی شدنی نیست که تو میگی که نسل‌های جدید باید این کارا رو بکنن. ایدیالکتیکی که دیگه به دست جدید نیامده این کار بکنن یا نکنن. اینجا همونجور که میبینید در تناقض گیر کرده، حدی هم نتوانسته بکنه، آرزوی اظهار کرده است که با همبستگی بتوان این به اصطلاح به آزادی مرکب رسید، به آزادی چیزی کمپوزر چی میگن بعدی همون ترکیبی ترکیبی رسید. چرا در این گیر مونده؟ لازم که اون دوره دوره ماتریالیسم بوده، اون عصر فرودون، مارکس و فرودون و همه به اصطلاح دوره آنسیکلوپدیه دیگه، دوره انقلاب فرانسه و این چیزا. مثل که در تو کشور ما یه سی سال پیش، 20 سال پیش دوره تضادبازی نبود دیگه، الا آسمان ریسمان به هم میبافتن که جوری اصلا بگن خود پیغمبر، اصلا توریسیان و تضاد خود پیغمبر بود، از اساس اسلام بر تضاد دست کنم کی از یه عریاتی میکردن، مثلا روایت گفت اون جروعی که گفت علی گفت اون جروعی که گفت اونجور، پس تضاد اصلا اون دوران این دور بود، اینجوری بوده، دیالکتیک، اصلا دیالکتیک بوده و کسی نمیتونست بگه من پیرو دیالکتیک نیستم و این چیزا. خب اینا دیدن به اینکه با اون دیالکتیک تضاد بخوای بری که مثلا هگل رفته، میرسی به اون مشکلاتی که مثلا یه جبری که در اون جبر انسانش نقشی ندارد و میشه هیچو بود. اینا طرفدار مثلا ولایت مطلقه انسان بودن، ولایت مطلقه انسان با اون جبر سازگار نبوده، پس آمدن اون دوم دیالکتیک هگل رو قیچی کردن، گفتن یگانگی درسته، رفتن از اسلام این توحید گرفتن آوردن. حالا که آوردن دیدن خب این با دیالکتیک نمیخونه، توحید خدا توشه، با خدا این همه حله، چون هر کسی کار رو برای رضایت خدا کرد، اولا انسان است و خدا نسبیست و بی‌نهایت، میدان گسترش تا بخوای از آزادیش حد نداره، همه انسان ها هم که در رابطه با او قرار میگیرن البته میتوانن با هم همبستگی پیدا کنن دیگه، چون دیگه رابطه قوا بینشون نمیمونه، همه برای خدا میگن، با خدا آسان کار راحته، هر انسانی در یه جامعه همه اگر برای خدا عمل بکنن همه میشون برادرن، برابر هم مشکل حل میشه و آزادی هاشون هم گسترش پیدا میکنه، برای اینکه در رابطه با خدا عمل میکنن، هر اندازه از اکراه درونی و بیرونی
رهاتر آزادتر می شوند. اشکال دومی که پیدا می کنه کاری نه آزادی قدرت نیست، آزادی رهایی از قدرت است. و شما نمیتونی قدرت تصور کنی زور توش نباشه. آمدی میگی ضابطه عدالت عدم زوره، درست؟ خب چطور در آنی ضابطه رو در آزادی به کار نمیبری؟ تو که بین انسان ها این رو ضابطه میکنی، ولی میگی بر این اساس دیگه، بر اساس عدالت اگر رابطه ها رو برقرار بکنید، ها این یک همبستگی به وجود میاد، جامعه همبستگی به وجود میاد که آزادی ها گسترش پیدا میکنه. خب اگر این طور است که همین در تعریف آزادی به کار ببر، همین ضابطه عمومی تو بیا تعریف آزادی رو بر اصل اصالتی که میگه عدم زور بکن در اون صورت، ها اگر بخواد اون صورت بکنه اون دیالکتیکش میشه بیپا، بین آمریت و چیز برقرار نکرد، اون میشه باید بیپا بیبچ. این که میمونه یک رشته تناقض ها درش گیر میکنه که گریز نداره. به این دلیله که احتمالاً اون تبلیغاتی که راجع به اینا کردن که اینا آنارشیستن قوت گرفت، به لحاظی که این تناقض ها قابل حل شدن نبود. در همون توحیدم در میگرده، بالاخره میاد روی همون ثانویت تک محوری. درسته که ظاهرش توحیده، ولی در اونجا یا باید اینه محور کنی اون رو کم و زیاد، اون یکی کم و زیاد کنی، یا اون رو محور کنی اینه کم و زیاد کنی. و اگر شما اصل رو بگذاری قدرت بگی آمریت هم از آزادی میاد، پس در واقع یه محوره، یه دویتی درست کردی بین این دوتا در درون یه وحدتی، اما مایه هر دو یکی دیگه. خودت که گفتی آمریت هم از آزادی میاد، زده فرق و فرزند آزادی از اختیار میاد. پس به این ترتیب در واقع چون رفتی به خط دیالکتی توحید رو تبدیل کردی به ثانویت تک محوری، اونجا اون خط مارکسیستی رفته مثلا توتالیتاریسم اجتماعی درست کرده، سیاسی درست کرده. تو موقع انسان هر فرد بکنی یه توتالیتر، اون وقت این فردای توتالیتر رو میفرمایید بیان هم بشینن با هم همبستگی کنن. آقا با توتالیتاریسم با همبستگی نمیخونه، ناسازگار است. انسان وقتی که از زور خالی شد، از اکراه خالی شد، این میتوانه با دیگری رفیق بشه، اگر نه نمیتوانه. اگه شما همه چیزی برای خودت خواستی، خب رابطه با دیگران برای خودت میخوای، هر کسی این کاره میکنه، پس هیچ گونه رابطه از اون نوع که تو میگویی ممکن نمیشود، در اینکه همش میشه رابطه قوا. در رابطه قوا جایی برای هم بستگی نیست، نمیشود که هم شما از من بخوری هم من از شما بخورم هم همبسته باشیم. باید یک رحمتی بین ما باشه، به اصطلاح یه مقداری ندار با هم باشیم تا هم بسته باشیم. و این تناقضا در این تناقضا موندن بخوانم بیان بیرون. اینها بسیار هم تو ایران میگفتن که بعضی گفته دارن که من اولین رئیس جمهور تاریخ بشری هستم که آنارشیست بودم و رئیس جمهور ایران شدم. به ترتیب میبینید اونا نمیدونستن آنارشیست چیست و گمان میکردن که من چون میگویم به اصطلاح امامت عمومی است و همه انسان ها حق دارند در رهبری شرکت بکنند و انسان ها در رابطه با خدا آزاد می شوند و و و و و پس من آنارشیستم، دولت و قدرت رو هم قبول ندارم پس آنارشیستم. نه، این دردیب که می بینید اینها نقطه مقابل به اصطلاح در عمل می رسند نقطه مقابل توحید، گرچه از جهات خواستهای انسانی سخت به ما نزدیک است. از هر دسته این غربی های دیگه که فکر کنید، از جهات آرمان های انسانی ها، تصور یک جامعه رها از زور که عدالت به همین تعبیر که میگوید رابطه ها از زور خالی، همه دوستانه، عاشقانه، برادرانه، برابرانه، آرمانه. اما آرمان یه راه حل نمیخواد برای رسیدن به اون. در آرمان بله به ما نزدیکه، اما در راهی که میروند دوچار این تناقضا میشون، بین جبر و آزادی میمونه، نمیتونم تکون بخوره. دقیق بیا بیرون محتاج خداست،
و خالی کردن توحید از جبر. توجه کردی؟ حالا تو چرا میگی که آمریت بدون چیز نمیشود، آزادی بدون آمریت نمیشود؟ به چه دلیل نمیشود؟ خیلی خوب میشود، از دید او نمیشود، برای اینکه این هر دو رو از یه ماده میدونه، هر دو قدرت دیگه. اگر هر دو قدرت باشه این نمیشود که همه اختیارات جمع شد دست شما، بقیه به کلی میشه من بی اختیاره، بی اختیاره، بی اختیار، صفر. این معنی آمریت برای تحقق ندارد، برای اینکه سبب مرگ خود آمریت میشود. این هم بقیه میشود در واقع موم هم بازی یه ذره از خودش یه چیزی داره، باید یه ذره به شک داد تا شک بگیره، یه مقاومتی داره. اگه بخواد هیچ مقاومتی نداشته باشه، خب چیزی وجود ندارد که تو بر اونها آمریت داشته باشه. مثل قبرستان میمونه، در قبرستان کی آمریت داره؟ به اون معنا چون قدرت رو از جنس آمریت یک جنس میگیری، خب بله البته، اما در واقع آزادی نیست. شما باید بری بگی آقا قدرت رو نمیشود به جور به کلی در یک جا جمع کرد، بقیه رو به کلی از هر گونه قدرتی رو ازشون گرفت. بعد این شدنی و اینکه درون من شما که دید دست خودمونه که اونجا ای کسی بخواد به خودش دور بگه، تو از کجایی بفهمی که من گفتم یا نگفتم؟ اون شدنی از این برم بله، بخوای آزادی یه فرد، بنای قدرت یه فرد برسونی به بی‌نهایت، همه پردار این کار بکنی، فکر بکنی شما یکی یک چماق بی‌نهایت دست هر کسی بدی، این سرگوش یک دیگر که از این به اشاره رفته، دیار تو روی زمین نمیمونه، اونم شدنی نیست. این حرف درسته، اما آزادی از جنس قدرت نیست، از کنجن اون عوضی گرفتی. آزادی همون نبوده زود لا اکراه پتی. عدالت یک امر دیگر است، تعریف دیگر داره، اونم باید میرفتی قرآن یک دور دیگر حالید میشد که عدالت چیست، اونم میذاشتی سر جای خودش، آزادی هم سر جای خودش، تو این تناقضات هم گرفتار نمی آمدی، آرمانت هم قشنگ آرمانی است، قبول. جامعه همبسته که آزادی هر کس قلمرو آزادی دیگری است، همه با هم برادر، همه با هم برابر، همه در کمال و پیشرفت، از این بهتر چی میشه؟ خیلی خوب، ولی در مجموع توجه کردید که این دو خط چه چیز رو آزادی میدونه؟ اشکال کارشون هم این بوده، به این دلیل هم پیش نرفتن، برای اینکه نمیشود هم شما آزادی رو قدرت بگیری هم بگی دولت نباشد. آقا اگر این است که بالاخره جمع میشه میشود دولت دیگه، اون هم که میگه از آمریت چاره نیست، با دولت هم آمریت دیگه. خیلی حالا ما یکی هم از دوران جدید، این فیلسوف امریکایی زمان ماست، آقای شومسکی آنارشیست، او میگوید که، البته اینم نقل میکنم از مقاله‌ای که نوشته تحت عنوان به اصطلاح آزادی و زبان، میگوید که کار فلسفه آغازش و انتهاش آزادی است. فیلسوف کارش چیه؟ کارش این است که ببینید طبیعت آزادی انسان و حدود آن چیست، و اگر این خط بره فلسفه و آقای شلینگ هم داستان میشود در گفتن این سخن که اقتضای احترام به انسان و فلسفه این است که بگوییم که ذات منیت انسان آزادی است. دیگه بعضی ها گفتن که انسان به دنیا آمده، زاده شده، خلق شده، هرچی میخواد حضرتو گفته زاده شده برای عمل کردن. بعضی هم گفتن نه خیر، زاده شده برای اینکه اندیشهشو بفرسته به افقهای دوردست زمانی و مکانی و به اصطلاح نظر ساختن، اما در واقع انسان خلق شده برای هر دو کار. چون برای هر دو این کار خلق شده، ناچار از همکاری است و کار اجتماعی است و جمع شدن است و اجتماع. پس شروع کرده به اصطلاح تحلیل خودش رو از فلسفه روسو و با او جلو آمده. میگوید که روسو بر این نظر بود که انسان در حالت طبیعی آزادی، یعنی
وارد جامعه نبود، در طبیعت بود، آزاد. جامعه را هم با قرارداد ایجاد کرد. آزادانه آمده نشسته، یک قراردادی بسته، یک جامعه درست کرده، مبالغی هم از آزادی هاش رو بابت این قرارداد از دست داده. بعد رفته روی اون خطابه روسو درباره نابرابری که این از کجا پیدا شد. میگه مالکیت شخصی که بازور ایجاد شد، نابرابری هم درست میکنه. اولا بازور که آمد، بازور هم از دستش میگه. پس زور میشود قائمه، قائمه روابط. وقتی شد قائمه روابط، عده کمی رو صاحب همه چیز میکنه، اکثریت عظیمی رو از همه چی محروم میکنه، بین این دوتا میشود نابرابری. و این قانون، یعنی قانون زور، اینجوری عمل میکنه. کارش اینجوری اینه، از نادار دائم اونم که داره میگیره، و دارا اونی که بیشتر از اون که داره میده. تو قانونش. خب پس در واقع درسته که ما انسان در طبیعت آزاد است و قرارداد کرده آمده تو جامعه، اما آیا چون قرارداد کرده آمده تو جامعه باید هر آمریتی هست بپذیره بگن آقا تو خودت کردی؟ میگه نه نه، این قراردادی، قرارداد کرده آرام میتونه بگه نه، مجبور که نیست که قراردادی کرده که تا عوض بگی که نه، میتونم دوباره آزادانه بشینه بگه به این که قرارداد اینجوری نه اینجوری. یکی دو گیریم که قرارداد کرده بود آزادانه، قرارداد نکرده بود که زور بشه اساس روابط.